سلام دوستان، امیدوارم که خیلی خوب و پرسود بوده باشین. میخوام براتون یه تحلیل خیلی سریع بکنم از بیت کوین، از تحلیل تایم ماهانه شروع کنم. تایم ماهانه هفتگی، روزانه و 4 ساعته و 1 ساعته تحلیل کنیم. امروز 20 فوریه هستش، سال 2023، 10 روز دیگه تقریبا مونده تا کمتر از 10 روز دیگه مونده تا کندل ماهانه بسته بشه. طبعا 8 روز و 19 ساعت دیگه مونده تا کندل ماهانه بسته بشه و کندل هفتگی هم تازه باز شده. کندل هفتگی جدید به خاطر اینکه روز دوشنبه در حقیقت در کانادا اینجا و امریکا تعطیل رسمی هستش، باز بازار اون حجم رو نداره و اول هفته هم هست. خودتون معاملاتتون دقت کنین و صبر. خب چیزی که تو کندل ماهانه داریم می‌بینیم تو کندل ماهانه خیلی پرقدرت در حقیقت این کندل ماهانه قبلی بسته شده. چرا؟ چون می‌بینیم بعد از این بول مارکتی که ما در حقیقت اینجا و اینجا داشتیم، در تو این دو منطقه که بول مارکت در حقیقت تموم شد و این زمستان سرد بیت کوین و کریپتو در حقیقت آغاز شد، تا به الان کندلی به این قدرت نداشتیم، کندل سبزی به این قدرت نداشتیم که بدون شادوی پایین تر و با شادوی کوچیک بالا و با این حجم مومنتوم بسته بشه. خب کندل این ماه هم تقریبا 8 روز دیگه بسته میشه، 8 روز و 19 ساعت دیگه بسته میشه. اینجا که الان هستیم مقاومت 20، یعنی روی 25200 تقریبا 25100 25200 مقاومت ماهانه، روزانه و هفتگی هستش. مقاومت خیلی مهمیه که ما اگه این محدوده رو بشکنیم میتونیم تا محدوده بعدی، یعنی حدود 29-30 هزار بیایم بالا و بعدش اگه اون محدوده رو بشکنیم تا 40 هزار میتونیم بیایم بالا. پس میریم تو تایم هفتگی رو میریم. خب تو تایم هفتگی ما اینجا یک RSI، یک واگرایی رو داشتیم در حقیقت توی RSI تو تایم فریم هفتگی. میریم که ما اینجا، یعنی در حقیقت همگرایی رو داشتیم. اینجا ما یک کف بالاتری داشتیم، اینجا یک کف پایین تری داشتیم و یک دایورجنسی در حقیقت داشتیم اینجا که می‌بینیم اینجا تو کف، اینجا با اینکه کف بالاتر خود بوده اینجا کف پایین تر. و معمولا وقتی این اتفاق میفته توی آرسای همگرایی یا واگرایی پیش میاد و بر میگرده تا بالاترین محدوده آرسای خودشون میکشه بالا، یعنی تا محدوده 80-90 خودشون میکشه بالا. و چیز دیگه ای هم خب که توی کندل هفتگی داریم، یعنی میگیم اینجا خب یک مومنتوم پرقدرت، یک حمله به این مقاومت، یک اصلاح. و این کندل هفتگی پیش هم خب کندل پرقدرتی بوده در حقیقت. میبینیم که کل این کندل های اصلاحی و این دو تا کندل اصلاحی دو هفته رو در حقیقت اینگولف کرده و تمامش رو با حتی با شادوش کلوزش از شادوهاشون هم حتی بالاتر بوده. واسه این کندل هم ما 60% احتمال میدیم که کندل هفتگی سبز باشه، 40% قرمز باشه. و خب یعنی ما دو تا پلن میتونیم بچینیم برای معاملاتمون، چه با لورج چه بی لورج. یعنی خب لورج هم اگه بخوایم بگیریم جای بازار که میتونید، چون میتونید سوینگ داشته باشین، یعنی پوزیشن های سوینگ داشته باشین، پس بهتره که برای پوزیشن های لانگ، پس بهتره لورجتون رو کم بگیرید که بتونید نگه دارید، کم کارمزدش کمتر باشه، هم استاپش دورتر باشه که استاپ کمتری بخورین. چون روند سعودی از شما میخواین پوزیشن لانگ بگیرین، مثلا یه استاپ نزدیک میگیرین استاپتون میخوره و از پوزیشن میایین بیرون و ببینین خب روند سعودی بوده، یعنی شما تحلیلتون درست بوده ولی استاپتون خورده. چیزی که ما میبینیم اینجا، یعنی میگیم خب اینجا یک حرکت سعودی پرقدرت، یک اصلاح کم قدرت، یک حرکت سعودی دیگه پرقدرت. ما چیزی که اینجا انتظار داریم که تا این محدوده های کندل هفتگی سبز داشته باشیم واسه پلن چی؟ پلن A. ما دو تا پلن میچینیم واسه معاملاتمون، ببینیم کدومش پیش میاد. که ما بعد از این اتفاق اینجا ما یک کندل سبز هفتگی پرقدرت داشته باشیم، یک پول بک و روی این پول بکش سوار شیم و تا این محدوده بیایم باش. و این محدوده چقدر میشه؟ ما اگه بتونیم همچین پوزیشنی به اون بده واسه پوزیشن A‌مون، تقریبا 25-6% سود بهمون بده. میبینیم که اینجا تا این محدوده میتونه بیاد. اگر اینکه نه، پلن بیمون چی میشه؟ پلن بیمون اینه که از این محدوده بیاد الان مثلا یه بار دیگه هم حتی بخور اینجا رو تست کنه، بیاد مثلا رو این حمایت دوباره اینجا یه خورده در جا بزنه و بعد بره بالا. این میشه پلن بیمون. این پلن A و پلن B.
پس اینجا این پلن ایمون هست این پلن بیمون هست که این اتفاق بیفته. در کل به خاطر این روند سعودی پرقدرت و این کندل ها بازار رو سعودی میبینیم، احتمال اینکه بازار سعودی باشه بیشتر از اینکه بازار نزولی باشه، ولی باز تا این سقف نخوره بازار سعودی نشده. چرا؟ چون این سقف مقاومتمون هستش و موقعی ما یک معنی روند سعودی پیدا میکنیم که یک سقف بالاتر یک کف بالاتر، یعنی ما اینو داشته باشیم یک پول بک و بعد سقف بالاتر. پس اینجا زیر مقاومت فعلا جای پوزیشن گرفتن تو این تایم فریم نیستش، یعنی تو این تایم فریم چون این کندل پرقدرت بوده اینجا پوزیشن شورت ممکنه بهتون جواب بده، ولی یه خورده خطری. میریم تایم فریم روزانه رو چک میکنیم براتون، میریم تایم فریم روزانه چیه. تو تایم فریم هفتگی پس ما بای هستیم، یعنی چی؟ تو تایم فریم هفتگی خرید هستیم، تیک خرید تو تایم فریم بالامون در حقیقت میزنیم. تو تایم فریم روزانه پس چی داریم؟ ما میریم تو تایم فریم روزانه. خب تو تایم فریم روزانه ما میریم تو مقاومت روزانه هستیم، تو مقاومت هفتگی هم بودیم، یا هم ماهانه هم هفتگی هم روزانه مقاومت هستش، یعنی یک مقاومت ماژور هست، پر قدرت، یعنی مقاومت خیلی سنگین هستش. میریم اینجا خب یک صعود پر قدرت داشتیم ما و اینجا اومدیم یک در حقیقت یه سوینگ های اینجا تو این محدوده داریم، درسته یک سوینگ های تو این محدوده ما داریم کلان، این سوینگ های در حقیقت اینگولف شده رفته بالا و یه سوینگ ما اینجا داریم در حقیقت، درسته یک کف اینجا داریم، یک کف همون هم که اینجا بوده دیگه، یعنی دیگه ما اینجا بودیم و این هم که اینجا بوده و الان تو این مرحله مرحله چی؟ فاز سعودی داریم. سوینگ های بعدیمون کجاست؟ اینجاست، یعنی فعلا فاز سعودی، یعنی یک اینجا آمده سقف بالاتر، کف بالاتر، سقف بالاتر، برمیدیم کفش کجا میشه تایم فریم روزانه. ولی خب تایم فریم روزانه وقتی اینجا حرکت کرده اومده اینجا ضعف در روند رو داشتیم، فروشنده بوده، فروشنده ها فروختن اومدن رو این کف، دوباره خریدار ها خریدن و اینو این خیلی با قدرت پرد کردن به بالا و اینجا هم تو این محدوده خب تو مقاومت روزانه بوده، در مقاومت های سنگینی بوده، ریجکت شده دوباره برگشته اینجا تونسته تثبیت بده. تمام این کندلا بالاتر از این کندلا بسته شدن، حتی تو این کندل که ریجکت شده باز این کندل روزانه خیلی مهمه که این کندل روزانه چجوری بسته میشه. تو این تایم هم پس فعلا ما پوزیشنمون بای هستش، یعنی من اگر اینجا بخواد کسی بگه همین الان میخوای چی کار کنی چه پوزیشن بگیری، من همین الان اینجا خرید میکنم، استاپ هم این زیره برای تیپی کجا؟ برای تیپی مقاومت بعدی اینجا تو تایم فریم روزانه. ولی خب چون زیر مقاومت هستیم ریسکش زیاد هست، بعد بذاریم مقاومت رو رد کنیم. پس تو دوتا تایم فریم تحلیلمون لانگ هستش، خرید هستش، سودی هستش، ولی اینکه ترجیح میدیم که صبر کنیم. تو تایم فریم 4 ساعته میبینیم چجوری هستش. تو تایم فریم 4 ساعته هم خب همون اینجا ما اون سوینگا رو داریم، سوینگ هایا رو داریم در حقیقت معنا رو، ولی چیزی که هستش تو تایم فریم 4 ساعته میبینیم تو تایم فریم 4 ساعته خب درسته که ما اینجا رو زدیم بالاترین، اینجا خب یک فشار فروش زیاد بوده، خریدار ضعیف، فعلا اینجا یک کفی تشکیل شده که این کف می‌بینیم که از قبل واسه ما مهم بوده دیگه، این کف یعنی اینجا می‌بینی اینجا شادوای زبوده برگشت، وقتی داره شکل پرقدرت برگشت، وقتی اومده اینجا باز دوباره روش ضعف داشته و حمله کرده اینجا و ریخته اینجا هم که ما پوزیشن شورت گرفتیم در حقیقت تا این محدوده، این تو اینجا هم پوزیشن شورت گرفتیم و این 4 ساعت هم خیلی مهمه. چرا؟ چون یه خورده حالت تله خرسی هستشون اول هفته هم هستش، امیدی که اومده اینجا رو شکونده و بعد خیلی سریع اینجا کندل برگشتی زده بهش، میتونیم بگیم پول بکه، ولی این کندل 4 ساعت بعد خیلی مهمه. اگر بخواد این بالا ها بسته شه یا سبز بسته شه بیاد این بالا ها باز مثل اینجا میشه، مثل این لاین میشه، چون اینجا هم خیلی وقتی این کف شکست شد با این کندل وقتی اینا رو برگشت گفتن پول بکه و میتونه اینجا بریزه، میبینیم که نه اومده این بالا در قصد خودشون رو زده و بعد دوباره ریخته.
پس اینجا هم بذاریم این کندل 4 ساعته بسته شه، ببینیم اگه قرمز بسته شه، کندل خوب قرمز بسته شه، ضعف تو خرید نشون بده. انتظار داریم تا اصلاحاتی بکنه تا اینجا اولین مرحله، دوم مرحله تا این منطقه، سوم منطقه هم تا اینجا رو اصلاح کنه. پس این کندل 4 ساعته رو فعلا معامله نمی‌کنیم تا این فریم 4 ساعته. برای اینکه تو تایم فریم هفتگی سعودی بودیم، تو تایم فریم روزانه سعودی بودیم، ولی این دوتا سب میخواستن تو تایم فریم 4 ساعته تا حدودی نزولی باید این کندل 4 ساعته بسته شه تا ببینیم به چه صورت میشه. و پس اگه تو تایم فریم 4 ساعته دقیقاً ما نزولی هستیم، وای میسیم منتظر پوزیشن خرید میشیم. حالا ببینیم یا از اینجا کندل برگشتی ببینیم یا تو این محدوده یا تو این محدوده. من روی این محدوده بیشتر نظر دارم، یعنی رو 22100 22200، چون که این خیلی پرقدرت بوده بیاد اینجا از اینجا بره بالا دوباره. بعد ببینیم چی میشه. این کندلا خیلی مهمه، این 4 ساعته که از همینجا میخواد بره بالا، میخواد اصلاح کنه. پس عرضم به حضورتون میتونین که یه خود صبر کنیم تا این کندل 4 ساعته بسته بشه تا ببینیم به چه صورت میشه. روز خیلی خوب و پرسویی داشته باشیم. پس صبر کنیم تا اتفاقا بیفته، به بازار اجازه بدین تا خودش رو نشون بده.